کمتر کسی در دنیا وجود دارد که دراکولا را نشناسد. نامی آشنا برای همه ما. موجودی که شبیه انسان است، با دندانهای نیش بلند و یک شنه، با چشمانی قرمز و از حدق بیرون زده که خون از گوشه لبش سرازیر است. ولی سوال اینجاست که آیا دراکولا افسانه است و تمام این داستانها خیال پردازی هستند؟ اما قضیه زمانی ترسناکتر می شود که بدانید دراکولا شخصیتی واقعی بوده با نام کونت دراکولا و پادشاه کشور رومانی. به کلاغ مدیا خوش اومدید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. اگر هم دوست داشتید ممنون میشیم لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. به لطف صدها کتاب، داستان و فیلم هایی که بر اساس زندگی او تهیه شدند، شاید مشهورترین هیولای تمام دوران کسی نیست جز کونت دراکولا که در اصل نام او ولاد سوم است. اگرچه شخصیت های سینمایی و داستانی زیادی با این نام شکل گرفته اند، اما شاید باور کردنی نباشد که این نام مربوط به یک شخصیت واقعی تاریخی بوده باشد. او از پادشاهان قرون وسطا و فرمان روای منطقه‌ای به نام والاشیا یا والاچیا که ما امروز آن را با نام رومانی می شناسیم بوده است. ولاد خونخوار در طول دوران زندگیش به خاطر بیرحمی و قساوتش چنان نامی برای خود دست و پا کرد که نام او با عنوان ولاد به میخ کشنده یا ولاد سلابگر ماندگار شد، زیرا علاقه خاصی به این سبک خاص از اعدام برای مخالفان خود داشت. اما بدترین قسمت ماجرا اینجاست که بیرحمی های او به همین جا ختم نمی شود و چیزهای عجیب و غریب زیادی در مورد این شخصیت تاریخی وجود دارد. بر اساس بسیاری از اسناد تاریخی و گزارش ها، ولاد سوم در سال 1431 میلادی در محلی به نام ترانسیلوانیا به دنیا آمده، اما اسناد زیاد دیگری نیز محل تولد او را والاشیا، منطقه ای در جنوب ترانسیلوانیا می دانند. اما چرا به او دراکولا می گفتند؟ پدر او ولاد دوم با لقب ترسناک دراکول به معنای اژدها شناخته می شد، برای اینکه به نظام اژدها ملحق شده بود. این نظام اتحادیه تعدادی از شاهان و شاهزادگان منطقه اروپای مرکزی بود که از قدرت امپراتوری عثمانی به شدت متنفر بودند و پدر او به خاطر توانایی‌هایش در قتل عام ترک‌های عثمانی به ریاست لشکری معروف به اژدهاییان منصوب شد. به همین خاطر خود را دراکول می نامد. کلمه رومی دراکول یعنی اژدها و دراکولا به معنی پسر اژدهاست. از این رو ولاد سوم با عنوان دراکولا به معنای فرزند اژدها شناخته می شد که نام امروزی دراکولا از آن گرفته شده و در زبان مدرن رومانیایی به معنای پسر ابلیس هم مورد استفاده قرار می گیرد. ولاد سوم دومین فرزند پسر ولاد دوم بود، اما بعد از آنکه جنگ سالاران محلی به پدرش خیانت کرده و در یک باتلاق او را به قتل رساندند و برادر بزرگترش نیز توسط همین خائنان شکنجه و کور و نهایتاً زنده به گور شد، او به عنوان وارث قانونی تاج و تخت والاشیا به حکومت رسید. البته در ابتدا در نبردی تن به تن سر پسر عمویش را که ادعای شاهی داشت و بعد از پدرش به قدرت رسیده بود از تن جدا کرد. به منظور تحکیم قدرت، ولاد شروع به تصفیه حساب با افرادی کرد که از نظرش خائن بودند. او صدها نفر از آنان را به یک ضیافت دعوت کرده و همانطور که انتظار می‌رفت، آنها در این مجلس پادشاهی او را زیر سوال بردند. ولاد هم که از قبل برای این کار برنامه ریزی کرده بود، به مردان خود اشاره کرد و در اندک زمانی آنها کشته و بدنهایشان روی میله‌های چوبی به میخ کشیده شد. میله‌ای که از طریق مقعد وارد شده و از دهان آنها خارج می‌شد. ولاد برای برخی از آنها به جای میله‌های نوک‌تیز از میله‌هایی با نوک گرد استفاده کرد تا زجر و درد آنها را افزایش دهد. او به خاطر به سلاب کشیدن مخالفان و حتی غذا خوردن در میان بدنهای به میخ کشیده شده آنها در همان دوران نیز باعث ایجاد رعب و وحشت در سراسر اروپا شده بود و همه از این موضوع آگاه بودند.
اگرچه ولاد در سرکوب خائنین و بازگرداندن ثبات به والاشیا موفق بود، اما این کار را با اعمال ترسناکترین خشونت ها انجام داد. به لطف همزمان شدن فرمان روایی او با اختراع صنعت چاپ، داستانهای زیادی در مورد طبیعت خشن او در دوران زندگیش در سراسر اروپا پراکنده شد. اگرچه نمیتوان واقعیت و افسانه را در این داستانها از یکدیگر تشخیص داد، اما دست کم بنمایه این داستانها واقعیت دارند. یکی از شناخته شده ترین این موارد به سلاب کشیده شدن مردم ساکسون در شهر کرونشتات توسط ولاد بود. بر اساس داستانهای مردم آلمان آن زمان، ولاد تمامی مردان، زنان و کودکان یک روستای ساکسون را به والاشیا برده و به سلاب کشید. بر اساس داستانی دیگر، وقتی که گروهی از فرستادگان امپراتوری عثمانی به خدمت ولاد رسیدند، از برداشتن دستارهای سرشان امتناع کردند، چرا که این امر کاری بود برخلاف باورهای دینی آنها. ولاد هم به خاطر تعهد دینیشان به آنها تبریک گفته و اعلام کرد کاری خواهد کرد که این افراد اطمینان حاصل کنند که برای همیشه دیندار و باورمند باقی می‌مانند. او در همان مجلس دستور داد که با میخ دستارهایشان را بر سر این افراد بکوبند تا دیگر لازم نباشد هیچگاه دستارهایشان را از سر بردارند. او همچنین در این مدت هزاران ترک، اعم از زن و مرد و کودک، پیر و جوان را به قتل رسانده که بعدها توسط مردانش سوزانده یا قطعه قطعه شدند. روزی ولاد دستور داد گدایان شهر را به کاخ بیاورند و آنها را سیر کنند. قبل از همه به سربازان امر کرد که آنها را به حمام برده لباسهای زیبا بر تنشان کنند. سر میز شام نیز به هر کدام کیسه ای زر داد و هنگامی که فقرا از دست و دلبازی دراکولا خرسند شده بودند، چهره واقعی او آشکار شد. در باغ تعدادی دیگ بزرگ آماده ی طبخ بود. هر کدام از گدایان را درون دیگی کرد و روی آتش گذاشت. دراکولا به یک نویسنده دستور داده بود تمامی حوادثی را که از شکنجه کردن انسانها و دشمنانش اتفاق می افتد را ثبت کند. او جنایات وحشیانه خود را هنری می دانست که دیگران از فهم آن عاجز بودند. همچنین چند مجسمه ساز و نقاش را مجبور کرده بود که از خلق هنرش تابلو و مجسمه بیافرینند. او در طی دوران حکومتش به کشتارهای دست جمعی دست زد و در اطراف قصرش جنگلی از صلیب به وجود آورده بود که هر کسی، چه مظنون، چه گناهکار و چه کسانی که در آینده احتمال خیانتشان می‌رفت، روی آنها به میخ کشیده می‌شدند. گاهی او تنها برای اینکه به مجرمان احتمالی درس عبرتی بدهد، دست به کشتار می‌زد تا مشکل آفرینان احتمالی از عاقبت کار خود آگاه شوند. حتی میگویند که یک بار کسی از نزدیکانش از بوی بد اجساد به او شکایت کرده بود و ساعتی بعد ولاد دستور داده بود تا خود او را نیز به سیخ بکشند و از باقی اجساد بالاتر قرار دهند تا بوی بد اذیتش نکند. تا سال 1461 ولاد سوم به عنوان مخالف سرسخت دولت عثمانی برای خود نامی دست و پا کرده بود. او نه تنها ده ها هزار نفر از سربازان و مردمان ترک را سوزانده، گردن زده، پوست کنده، در آب جوش انداخته و البته به میخ کشیده بود، بلکه دیگر مالیاتی که باید به این امپراتوری پرداخت می شد را نپرداخته و به همین دلیل به خاری در چشم حکومت عثمانی تبدیل شده بود و سرانجام طی یکی از جنگ ها با دولت عثمانی کشته شد. بر اساس اسناد تاریخی، جنازه ولاد دو تکه شده و سرش به نزد سلطان عثمانی فرستاده شد که به عنوان نشان پیروزی بر دروازه‌های قسطنطنیه آویزان گردید. اما اطلاعات زیادی در مورد محل دفن جنازه ولاد وجود ندارد. میگویند ولاد سوم در دوران مختلف فرمانرواییش چند صد هزار نفر را به دست خودش کشت. به گفته افسانه ها او در قصری با دیوارهای سرخ و مجسمه های هولناک زندگی میکرد. همیشه لباس تیره میپوشید. آستر شنل سیاهش سرخ بود و همیشه هم شراب قرمز مینوشید. ظاهرا به همین دلیل هم مردم گمان میکردند او یک خوناشام است و خون مینوشد. محل زندگی کنت دراکولا در قلعه‌ای به نام بران بود. قلعه بران
قلعه بسیار قدیمی است که در نزدیکی شهر برن قرار دارد. این قلعه یک اثر تاریخی و ملی در رومانی است. این قلعه که در مرز بین ترانسیلوانیا و والاچیا قرار دارد به نام قلعه دراکولا نیز شناخته می شود. قلعه بران در کنار چند قلعه دیگر قرار دارد که همگی متعلق به کانت دراکولا بوده و امروزه به مکان زندگی و محل دفن دراکولا شهرت دارد. در حالی که در بسیاری از نقاط جهان ولاد سوم به عنوان پادشاه خونخوار شناخته می شود، در کشورش رومانی این گونه نیست. به همین دلیل وقتی که فیلم دراکولا به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا در سال 1994 منتشر شد، بسیاری از مردم رومانی از شهرت کانت دراکولا حیرت زده شدند. در رومانی کسی از ارتباط بین ولاد و دراکولا اطلاعی نداشت، زیرا در دوران حکومت کمونیست ها در این کشور هر گونه صحبت کردن از فرهنگ پادشاهی، افسانه و خرافات ممنوع بود. و از آن مهمتر این که در تاریخ رومانی ولاد سوم به عنوان یک قهرمان ملی و تاریخی شناخته می شود که از دنیای مسیحیت محافظت کرده بود. شاید باورتان نشود، اما آخرین نفر از نسل او، کانت ماروین دراکولا، در سال 2005 در اسپانیا درگذشت و چون مجرد بود و فرزند و خیشاوندی هم نداشت، اراضی بسیار وسیع و اموالش را دولت رومانی مصادره کرد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.